سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد. در 40مین روز از کشته شدن قاسم سلیمانی در 60 دقیقه میپرسیم حذف او در معادلات منطقه چه تغییری ایجاد کرده؟ آیا گرفتاری آمریکا کمتر شده یا انگیزه ایران بیشتر؟ این سوال من از دو مهمان برنامه است. همینطور در برنامه امشب آمریکا و فرانسه میگویند موشک ماهواره بر بلند پروازی نظامی ایران است، اما تهران میگوید که برنامه فضاییش حقی ذاتی است و ادامه خواهد یافت. با پدر موشکی اسرائیل در این باره صحبت میکنیم. افشای کودتای اطلاعاتی بعد از چند دهه، ایران و 120 کشور از شرکتی متعلق به سیا تجهیزات رمزگذاری خریدند. و دست کم 8 کشته و 10 مصدوم در برف بی سابقه گیلان، آب و برق بسیاری از خانه ها قطع شده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، خوش آمدید. 40 روز از شلیک به مغز متفکر سیاست منطقه‌ای ایران گذشت، سیاستی که زمینه جدی برای تقابل ایران با آمریکا و همینطور رقبای منطقه‌ای این کشور را رقم زده بود. از عراق تا سوریه، یمن و لبنان قاسم سلیمانی شخصیتی تعیین کننده داشت. در سالهای آغازین حضوری سایه‌وار بود، در سالهای اخیر شده بود یک سلبریتی نظامی که نامش در منطقه به مقابله با گروه داعش گره خورده بود. حکومت جمهوری اسلامی بلافاصله جانشین او را معرفی کرد، سرتیپ اسماعیل قاآنی. اما آیا نیروی قدس سپاه پاسداران ایران میتواند بدون فرماندهی قاسم سلیمانی همان بماند که بود؟ میراث سلیمانی برای ایران چیست و جمهوری اسلامی بعد از او تا کجا میتواند نفوذش را در منطقه ادامه دهد؟ اول گزارش کیوان حسینی. اینها اعضای هشت شعبی هستند، ائتلاف شبه نظامیان شیعه عراق. آمدند به مراسم یادبود قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس که در آستانه 40مین روز بعد از مرگ آنها در بغداد برگزار شده. هشت شعبی در حمله 40 روز پیش نیروهای آمریکایی یکی از فرماندهان مهمش را از دست داد. اما مهمتر از آن، شبکه‌ای از گروه‌های سیاسی و نظامی فراتر از مرزهای عراق فرمانده اصلیشان یعنی قاسم سلیمانی را از دست دادند. سلیمانی حالا دیگر نامی است مانند دیگر نام‌های کشته شده ائتلاف موسوم به محور مقاومت که ممکن است در مراسم حزب الله لبنان تصویرش در کنار تصویر عماد مقنیه دیده شود، بیلبوردش در راه فرودگاه بیروت نظر عکاسی را به خود جلب کند، در قلب صنعا در یمن در میانه یک بلوار دیده شود، یا در سوریه، عراق یا حتی پاکستان تصاویرش به چشم بخورند. شاهدی بر اهمیت فرامرزی فرمانده سابق سپاه قدس و اثرش بر سراسر این منطقه، مجموعه کشورهایی که هر کدامشان ممکن است از واقعیات جدید دنیای پسا سلیمانی اثر بگیرند. لبنان با گروه حزب الله که قدرت قابل توجهی در صحنه سیاست داخلی و خارجی این کشور دارد، غزه با گروه‌های حماس و جهاد اسلامی، عراق و هشت شعبی که متشکل است از گروه‌های شبه نظامی دیگر مانند کتائب حزب الله، سوریه و رئیس جمهورش بشار اسد و یمن و گروه انصار الله یا همان حوثی‌ها، مجموعه شبکه نفوذی را شکل می‌دهند که زمانی زیر نظر قاسم سلیمانی اداره می‌شد. در مقابل اینها اسرائیل قرار دارد که در ائتلافی نانوشته با عربستان، امارات، بحرین و دولت مرکزی یمن در سرزمین‌های جنوبی این کشور در یک جبهه در مقابل ائتلاف محور مقاومت قرار گرفته. عمان، قطر و کویت در کنار اردن و ترکیه در رویارویی و یارکشی این شطرنج در تلاشند بی‌طرف باشند. کردهای عراق و سوریه نیز نقش متفاوتی ایفا می‌کنند و با هر دو طرف ارتباطاتی دارند. در مرزهای شرقی ایران
افغانستان و پاکستان نیز بازیگرانی هستند که خواسته یا ناخواسته پایشان به میراث ژئوپلیتیک قاسم سلیمانی باز شده، به ویژه از زمانی که نام جانشین سلیمانی اعلام شد. زبانی غیر زبان زور نمی‌فهمد. مسئولیت این میدان بازی حالا بر دوش اسماعیل قاآنی است، کسی که خود سالها معاون قاسم سلیمانی بوده و انتشار ویدیوهای تبلیغاتی شبیه به این نشان می‌دهد که آرام آرام برای ارتقای جایگاه رسانه‌ایش نیز تلاش‌هایی آغاز شده. جوانمردی امروز توی دنیا حس می‌کنه که اگر امریکا رو یه جا پیدا کرد یه مشت دهانش باید بزنه و میزنه. انتخاب قاآنی و موضع‌گیری‌های شخص او عموماً پافشاری شدیدی است بر اینکه سپاه قدس و سیاست خارجی تهاجمی تهران بدون قاسم سلیمانی همان خواهد بود که با او بود. اما نگاهی به ویژگی‌های کلیدی قاسم سلیمانی و مقایسه آن با فرمانده جدید نشان می‌دهد که دست کم در بخش‌هایی که فرماندهی به مشخصات فردی این نظامیان مرتبط است، سپاه قدس از تغییر در امان نخواهد بود. قاسم سلیمانی سابقه جنگ داشت، از اعتماد بسیار آیت الله خامنه‌ای بهره می‌برد و به شهرتی جهانی دست پیدا کرده بود که می توانست بر اعتبار و مقبولیتش در میان نیروهای غیر ایرانی اثر بگذارد. در جریان تبلیغاتی که به این شهرت منجر شده بود نیز، او فرماندهی با ابتکارات استراتژیک و قدرت قابل توجه در سازماندهی نیروهایش تصویر شده بود. فارغ از صحت یا عدم صحت این تبلیغات، اسماعیل قاآنی هنوز این ویژگی را ندارد و طبیعتاً از ثمره چنین چهره سازی بین المللی نیز محروم خواهد بود. اما فرمانده جدید سپاه قدس خود ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند بر آینده این نیرو اثر بگذارد. او همانند سلیمانی سابقه جنگ دارد. به دلیل سالها حضور در عالی‌ترین سطوح فرماندهی سپاه قدس، این نیرو و شبکه‌های تحت امرش را می‌شناسد و البته شخصاً با برخی گروه‌های سیاسی افغانستان در ارتباط بوده که می‌تواند به فعال‌تر شدن سپاه قدس در مرزهای شرقی بیانجامد. از آقا تموم شد الحمدلله. سپاه قدس هرگز فعالیت و ساختار شفافی نداشته و به همین دلیل قضاوت درباره آینده این نیرو آسان نیست. 40 روز بعد از مرگ قاسم سلیمانی، مجموعه تبلیغات حکومتی این است که آب از آب تکان نخورده، موضعی که راست و دروغش به مرور زمان روشن خواهد شد. کیوان حسینی، بی بی سی. سیاست ایران به کنار، سیاست آمریکا و اسرائیل در منطقه چه می شود؟ پیشتر وزیر دفاع اسرائیل گفته بود آمریکا و اسرائیل در پی یک تقسیم کار تصمیم گرفتند که اسرائیل مسئولیت مقابله با نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه را به عهده بگیرد، آمریکا با نیروهای تحت حمایت ایران در عراق مقابله کند. همین امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس موسوی گفت جمهوری اسلامی ایران در برابر هر گونه تجاوز یا اقدام به گفته او احمقانه رژیم صهیونیستی علیه منافع ایران در سوریه و منطقه پاسخ کوبنده و پشیمان کننده به آنها خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران در حراست از حضور در سوریه و دفاع از امنیت ملی و منافع منطقه خود به گفته آقای موسوی لحظه درنگ و مماشات نخواهد کرد. یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دولتی در دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن با ماست و همینطور بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی و قائم مقام تیم رهبری امنیت و اطلاعات ملی آمریکا در دولت انتقالی دونالد ترامپ از اورنج کانتی در کالیفرنیا. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایون. آقای کیان، از شما شروع کنم. به نظر شما آیا بعد از سلیمانی شاهد تغییرات عمده در سیاست منطقه‌ای ایران خواهیم بود؟ آیا فکر میکنید که آقای قاآنی یا نمیتونه یا نمیخواد که شرایط رو در واقع به اون شکل قبلی ادامه بده، یا فکر میکنید ادامه همون هست که بود؟ من فکر میکنم باستی صبر کنیم و ببینیم که عملکرد آقای قاآنی در این زمینه با توجه به اینکه ایشان در سایه اسم آقای سلیمانی در حقیقت عمل میکنن و همیشه این سایه بر آقای قاآنی خواهد بود، باستی ببینیم که آیا اون جذابیت شخصی و فردی که آقای سلیمانی بین کسانی که اونها رو هدایت میکرد، رهبری میکرد، آقای قاآنی دارند یا نه. هنوز خیلی زوده که این قضاوت رو بکنیم، ولی به نظر من بار امنیتی و بار دفاعی دولت جمهوری اسلامی در عراق بسیار سنگین شده با از بین بردن فرمانده هشت شعبی. میبینیم که معادلات سیاسی در عراق
در حال تغییره. میبینیم که آقای مقتدی الصدر اون کلاه آبیاش رو از خیابان‌ها جمع کرده و امروز دیگه مخالفین عراقی رو که بر علیه دولت خودشون تظاهرات میکنن سرکوب نمیکنه. کار دولت جمهوری اسلامی در منطقه سنگین‌تر شده، این رو با اطمینان میشود گفت. البته اگر منظورتون ابو مهندس هست که او قائم مقام در واقع فرمانده هشت شعبی بود، اما آقای عزیز نظر شما چی هست؟ آقای فکر میکنید که میشه گفت که آقای قانی همون شیوه رو ادامه خواهد داد؟ آیا او توانایی این رو داره که محور مقاومت رو به اون شکلی که ظاهرا آقای سلیمانی اداره میکرد اداره بکنه؟ با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترمتون و مهمان برنامه‌تون بخش مسئولان گرفته. همونطور که مهمان برنامه‌تون گفتن، برای جواب دادن به سوال شما هنوز خیلی زوده، ولی در کل سیاست منطقه ایران تغییر نخواهد کرد و با حذف یک نفر به شما این سیاست کلی و اون در واقع دکترین منطقه ایران پس بگذارید من سوالم رو اینطوری مطرح بکنم. آیا فکر میکنید که سیاست ایران در منطقه سیستماتیک به این سو پیش رفته یا اینکه قائم به فرد بوده؟ مثلا این است که بسیاری از کسانی که ناظر هستند بر شرایط منطقه‌ای احساس می‌کنند که آقای سلیمانی با توجه به ویژگی‌های شخصیش، همونطور که در گزارش همکارم هم اومد، امکان جذب و در واقع هدایت گروه‌های مختلفی که موسوم به گروه‌های مقاومت بودند رو داشت که ممکن است فرمانده دیگری اون رو نداشته باشه. شما نظرتون در این باره چی؟ بله ببینید، من فکر میکنم که در این مسئله اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. نیروهایی که حالا شما ازش نام بردین یا در گزارش نام بردن باز هم در کنار هم متحد خواهند بود و باز هم تقویت خواهند شد. اما اینکه میگین سیستماتیک ایران به موضوع نگاه میکرده، من دوست دارم اینجوری به موضوع نگاه کنیم که اشتباهاتی که آمریکا، سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه داشته، از میتونیم بگیم دهه 1980 با حمایت مجاهدین در افغانستان و ضد شوروی، با حمایت مستقیم و غیر مستقیم صدام در جنگ ایران و عراق، با حمله به عراق و افغانستان توسط دولت بوش و با در واقع بی‌ثباتی هایی که در کشورهای منطقه توسط دولت اوباما به وجود اومد، همه اینها دست جمهوری اسلامی رو باز کرد و همینطور سیاستمداران ایرانی رو مجبور کرد که اتخاذ بکنن سیاست هایی که در واقع دکترین منطقهشون به این صورت اتفاق بیفته. در واقع اون چیزی که من میخوام بگم، ما دوچار یک نوع فیل پالیسی، یک سیاست شکست خورده آمریکا در منطقه هستیم. این چیزی بود که خود آقای ترامپ در کمپین انتخاباتی 2016شون به اون اعتراف داشتن. ایشون میگفتن من میراث در واقع این وضعیت بعد خاورمیانه داره به من میرسه، من خودم اینو ایجاد نکردم. واقعا چقدر فکر میکنید که این واقعی هست؟ چقدر در واقع اون دعواهای انتخاباتی بوده؟ من فکر میکنم در مورد شخص آقای ترامپ، در واقع ذهنیت آقای ترامپ و اون شخصیتی که آقای ترامپ داره، این مسئله کاملا واقعی بوده. ایشون دنبال این هست که واقعا در این جنگ های حالا به قول خودشون بی پایان، اندلس وار رو پایان بده و هدفش هم این بوده که نیروها رو از مناطقی که ببینید مناطقی که در اون سود واضح اقتصادی برای آمریکا وجود نداره خارج بکنه. مثلا پس فکر میکنید چرا آقای نفتانی بنت الان میگه که تقسیم کار شده، آمریکا قرار هست که در عراق مقابل ایران بیسته و اسرائیل قرار هست که در سوریه این کارو بکنه؟ این برمیگرده به این که یک رهبر عالی حتی در آمریکا رئیس جمهور به شخصه در سیاست خارجی تنهایی تصمیم میگیره. درسته که حرف نهایی در اختیار او هست، اما خب لابی های قدرت هستن، کسانی که او در کنارش به عنوان مشاورین هستن، اونها روی تصمیمش تاثیر میذارن تا بتونه بهترین امتیاز و بیشترین امتیاز رو بگیره. و همینطور که ما در سالی که داره وارد میشیم برای انتخابات 2020، او نمیخواد اتحاد و حمایتی که از نیروهای دیگه‌ای که داشته در داخل آمریکا رو از دست بده. بذارید ببینیم آقای کیان در این باره چه فکر میکنه. آقای کیان فکر میکنید که اینطور هست، در واقع بحثی است که آقای ترامپ به شدت بهش اعتقاد داشته یا نه در واقع وضعیتی که الان در عراق شاهدش هستیم یک وضعیتی است که لاجرم پیش میومد و آقای ترامپ هم مجبور هست که حالا با اون به این شکل برخورد بکنه؟ ببینید در ارتباط با اینکه در قولهایی که آقای ترامپ در طول مسیر مسابقات انتخاباتی دادن، من اعتقاد دارم که ایشان کاملا معتقد هستن به اینکه این جنگ های بی پایان رو تمام بکنن، ولی خب موفق نبودن کاملا که این کار رو انجام بدن، برای که شرایط در منطقه تغییر کرده. خیلی مشکله که ما با قاطعیت موفقیت و یا شکست یک کاری رو در یک برهه زمانی خیلی کوتاه بخوایم اعلام بکنیم. بنابراین من فکر میکنم که بازگشت به گذشته و افغانستان و عراق مهمه، ولی بقایی که در عرض چند ماه اخیر اتفاق افتاده نشان دهنده این هست که یک برنامه‌ریزی کلی به
بسیار دقیق انجام شده. دولت ایالات متحده نرفت از این برای دنیا بلند شده رو اونجا و قاسم سلیمانی رو از بین ببره بدون یک برنامه که قدم های بعدیش خواهد بود. به نظرتون چی هست این برنامه؟ 337 میلیون دلار، بیشتر از 337 میلیون دلار بودجه درخواست شده از مجلس در ارتباط با رویارویی با عملیات مخرب و اصولا حضور نظامی نیابتی. ببینید سپاه قدس نوک پیکان نیروهای به اصطلاح مقاومتی که اینا نیروهای تروریستی هستند دیگه، اینها کارشون کاری هست در زمینه کشتن مردم و ایجاد رعب و وحشت. بنابراین این نیروها کارشون مشکل‌تر شده، فرمانده خیلی به اصطلاح خیلی جذاب رو از دست دادن که فشار روحی روانی بسیار شدیدی رو اونها میگذاره و یه بودجه سنگین هم به این کار اختصاص پیدا کرده. در ضمن هزینه کاری که دولت جمهوری اسلامی در این سالها کرده در حمایت از حزب الله و گروه های نیابتی دیگر، کفگیر جمهوری اسلامی در ایران به ته دیگ خورده و این کار براش ادامهش امکان نداره. بنابراین شاهد تغییر رفتار از گروه های نیابتی هم خواهیم بود و نمیشود گفت که پیروز بوده یا شکست خورده. باستی ببینیم که نتیجه چه خواهد شد در ماهای آینده. آقای عزیزی، برخلاف نظر شما آقای کیان میگن که احتمالاً شاید تغییر خواهیم بود. شما گفتید که وضعیت سیستماتیک است، با یک قائل به فرد نیست، برای همین تغییر بعید هست به اون شدتی باشه که مورد توجه قرار بگیره. بله، من خب وقتی رویدادهای تاریخی رو میبینم، مثلا حذف نفر رهبر قبلی، در واقع ترور رهبر قبلی گروه حزب الله لبنان سید عباس موسوی، خب بعد از اون میبینیم که یک رهبر قوی تر میاد و گروه حزب الله لبنان الان در لبنان هم از نظر سیاسی هم از نظر از همه نظر در واقع دست بالا رو داره. در یمن همین رو میبینیم، در بخش حوثی ها وقتی نگاه میکنیم رهبر قبلی رو وقتی حذف میکنن رهبر جدید میاد، جوانتر هم هست، اما میبینیم که حوثی ها الان دست بالا رو در یمن دارن. من خیلی موافق این حرف نیستم، به خاطر اینکه در واقع سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در واقع یک حالا گروهی مثل داعش یا القاعده یا این گروه ها نیستن که بگیم با حذف یک نفر دوچار مشکل میشن. در واقع یک سیستم، یک در واقع مجموعه ای هست که داره در کنار هم کار میکنه. نکته‌ای که من می‌خواستم بگم این هستش که متأسفانه ما هیچ گونه سیاست جامعی رو از طرف آمریکا نمی‌بینیم و اون ادامه بحث من هستش، ادامه بحث قبلی من هستش. ما وقتی به صحبت آقای ترامپ در استیت آف دی یونیون توجه می‌کنیم و همینطور مصاحبه‌ای که ایشون بعد از اون عملیات ایران داشتن بعد از عین الاسد، بعد از در واقع اون عملیات تروریستی که شهید قاسم سلیمانی شهید کرد، در واقع وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آقای ترامپ سه نفر رو آورده بودن توی کنگره، توی کنگره، و در واقع دموکرات ها میگفتن یه شوی تبلیغاتیه ولی حالا با اون کاری نداریم. نفر اول کسی بودش که در واقع میگفتن پدر مادرش اومده بودن، میگفتن دختر ایشون رو رهبر داعش گرفته بوده، اسیر کرده بوده و دوچار در واقع تجاوز و چیزهای مختلف بوده و ما رهبر داعش رو از بین بردیم و سوریه هم دیگه نیاز نداریم. میبینید از سوریه نیازشون رو بجز بحثای چاهای نفت کشیدن بیرون، در واقع یه شوی که ما پیروز شدیم بر ضد داعش در سوریه. در افغان از سومین نفر اینه، ولی در دومین نفر ایشون گفتش که یک پسری بود 12-13 ساله با مادرش اومده بود، میگفت سال 2007 در واقع یک بمب کنار جاده در عراق این نیروی نظامی آمریکایی که پدر این فرزند باشه اون موقع یک سالش دو سالش بوده رو کشته و این کار نیروهای تحت امر، حالا به صورت غیر مستقیم یا مستقیم تحت امر قاسم سلیمانی، سعد سلیمانی بوده و ما برای همین سعد سلیمانی هم حس کردیم. و همینطور در مورد افغانستان جالب بود، یه خانواده آورده بود که نیروی پدر اونها در واقع نیروی رزمی در افغانستان بوده و او قرار بوده چند مدت بمونه اما برمیگرده اونجا و خانواده خوش میده و آقای ترامپ اونجا میگه که ما میخوایم تمام نیروها رو بیرون بکشیم از این مناطق. این نکته چه ربطی به ایران داره آقای ببینید هدف ایران این بوده که آمریکا نیروهای نظامی خودش از غرب منطقه آسیا خارج بکنه. ببینید آمریکا برای خودش که گفتید آقای ترامپ این رو در انتخابات گفت، یعنی همونطور که اشاره کردید یکی از در واقع برنامه‌های آقای ترامپ، برنامه‌های انتخاباتی آقای ترامپ، برگردوندن نیروهای آمریکایی بود. بنابراین چرا فکر می‌کنید که این مربوط میشه به موفقیت ایران در این زمینه؟ نه، من نمیگم موافقت اینا، من بازم گفتم شکست های سیاست های متناقض آمریکا در خاورمیانه. من کاری به سیاست ایران ندارم، سیاست ایران در خیلی مواقع سیاست اکتیو نبوده، سیاست پسیوی بوده، سیاست بوده که مجبور شده این کارو بکنه. مثلا در سوریه رفتن، ایران که نمیخواست تو سوریه بره، چون اون اتفاق در سوریه افتاد ایران نیروهاشو گسیل کرد به سوریه. من نکته ای که فقط میخوام بگم اینه، ببینید آقای ترامپ در صحبتی که بعد از اون عملیات عین الاسد داشت اومد گفت که ما با ایران اتفاقا میتونیم در مباحث زیادی همکاری کنیم مثل مقابله با داعش،
اما ایشون مؤثرترین و با نفوذترین فرمانده میدانی که بر ضد گروه های تروریستی تکفیری مثل داعش عملیات انجام میده در حذف کرده. برای همین اینکه یک دفعه دست دوستی، یعنی اینکه میگه من میتونم در بعضی موارد بکنم، اینها جای تعجب داره. اینها تضاد منافعی هست که در تیم رهبری آقای ترامپ وجود داره. بسیار خوب، بذار بدین آقای کیان پاسخ بدن. آقای کیان ببینید، امروز روز خیلی به خصوصیه و مهمان محترم شما هم همون کاری رو میکنن که دولت جمهوری اسلامی داره میکنه، که تبلیغ کنه در دنیا که بله، ما نه تنها در گذشته پیروز بوده ایم، در آینده هم پیروز خواهیم شد و مردم استقبال میکنن از جمهوری اسلامی. در اینها فکر میکنم یه مقدار توهمات هستش که بایستی به واقعیات رجوع کرد و دید که مردم ایران در کف خیابان امروز دولتشون براشون تهدید شده. واقعیت ها که بله، عده‌ای هستن در داخل سپاه که به واسطه نظامی بودن، که البته چیز زیاد عجیب غریبی نیست، به یاد آقای سلیمانی هستن، یاد او رو گرامی میدارن، البته که هستن تعدادی در ایران. ولی اگر در ایران شما شرایطی داشتید که آزادی کامل بود و معمولا مردم به خواست خودشون میتونستن هر کاری رو انجام بدن، بله، این حضور جمعیت و اینها میتونست که صحبتایی رو که مهمان شما اعلام میکنن به طریقی اعتبار بهش ببخشه. ولی به نظر من هیچ اعتباری نداره این صحبت ها، چون ایشان شکست آمریکا رو بزرگ میکنن در حالی که شکست جمهوری اسلامی رو بهش توجه نمیکنن. آبروی جمهوری اسلامی در ایران، در منطقه و در تمام دنیا رفته و نشان داده که فقط حرف میزنه، عمل نمیتونه بکنه و این قضیه اینا لسد رو بزرگ میکنه به پایگاه خالی. بله، 100 نفر مجروح شدن، ولی من فکر کنم امروز روز تبلیغات هستش. سرکار خانم رازی، اجازه بدید آقای عزیزی هم 30 ثانیه وقت داشته باشن و پاسخ بدن. آقای عزیزی بفهمید. بله، من فکر میکنم که در این سال پایانی که سال انتخابات هست، دو اتفاق مهم ممکنه بیفته. بعضی ها اعتقاد دارن که ممکنه اگر شرایط برای آقای ترامپ بد باشه، ایشون خب بخوان از نظر حمله مثلا به ایران مثلا افکار عمومی منحرف کنن. اما نگاه دیگه هم هست، اینه که آقای ترامپ ممکنه در حال مهندسی کردن خروج نیروهای آمریکایی از منطقه باشه و این در واقع یک برگه برنده برای آقای ترامپ باشه در انتخابات که وعده‌اش رو داده بود. ما میدونیم که در یک زمینه ایشون شکست، یعنی هنوز نتونسته به وعده انتخاباتش عمل کنه، و اون هم بحث هسته‌ای ایران هست. ایشون از بحث هسته‌ای خارج شد تا به یک توافق بهتری برسه، ولی الان خیلی بعیده که تا انتخابات 2020 آقای ترامپ بتونه به این توافق برسه. ولی حداقل میتونه با خروج نیروهای خودش از عراق مخصوصا دامنه تنش با ایران رو به صورت عمده‌ای کاهش بده، در کنار اینکه در واقع از مسائل اقتصادی عراق هم استفاده بکنه. ممنونم از هر دوی شما آقایون، بیژن کیان و همینطور آقای یوسف عزیزی، هر دو از آمریکا با ما. ایران در واکنش به انتقاد آمریکا و فرانسه از پیشبرد برنامه موشکی این کشور تحت پوشش برنامه فضایی میگوید پرتاب ماهواره حق ذاتی ایران است. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که پرتاب موشک حامل ماهواره به دست ایران ناقض تعهدات ایران بعد از توافق هسته‌ای وین نیست. آمریکا و فرانسه بعد از پرتاب نافرجام ماهواره ظفر درباره نظامی شدن برنامه فضایی ایران هشدار داده بودند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. در هر جای ایران ساخته شده است. توسعه برنامه موشکی ایران باز هم در مرکز توجه بین المللی قرار گرفته. این بار با پرتاب ناموفق ماهواره ظفر. بومی ظفر به فضا. غرب میگوید پرتاب موشک حامل ماهواره ناقض تعهدات بین المللی ایران پس از توافق هسته‌ای وین است. ما در واقع داریم ورود میکنیم به ماهواره‌برهای سوخت جامد. این خودش قابلیتیه که البته دستاوردهای جانبی زیادی این برای ما داره. مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در مورد لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران را متعهد می‌کند که از توسعه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خودداری کند. ایران اما میگوید هدفش از پرتاب ظفر این نبوده. الان دنیا روشنه، ارتباطی به بحث موشکی نداره. ضمن اینکه من اینو بگم خدمت شما، در بحث موشکی هم اون چیزی که در واقع من شده ساختن و پرداختن به موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است که در جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی وجود نداره. یک شنبه گذشته ماموریت ماهواره ظفر 1 با شکست مواجه شد.
ایران اعلام کرد که ماهواره با موفقیت پرتاب شده اما در مدار قرار نگرفته. چهارمین اقدام ناکام ایران در پرتاب ماهواره ها به مدار. دیروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به پرتاب ناموفق ماهواره ظفر گفت که این کار تلاش پنهانی تهران برای پیشبرد برنامه‌های موشک‌های بالستیک است. هر پرتابی چه موفق و چه ناموفق به ایران اجازه می‌دهد که تجربه و فناوری حاصل از آن را در برنامه موشکی خود استفاده کند و این کار را تحت پوشش برنامه فضایی صلح‌آمیز جلوه دهد و پیش ببرد. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه خواستار همکاری جهانی برای مقابله با پیشرفت این برنامه شده. وزارت خارجه فرانسه هم تلاش ایران برای پرتاب ماهواره به فضا را مرتبط با فناوری موشک‌های بالستیک دانسته، به ویژه موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای در پوشش برنامه فضایی. سازمان فضایی با وجود ادامه نگرانی غرب درباره احتمال نظامی بودن برنامه فضایی، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران میگوید که ماهواره ظفر 2 قرار است تا خرداد سال بعد وارد مدار شود. موشک‌های فضایی ایران قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای و شیمیایی را دارند. ایران اما میگوید قصد ساخت و استفاده از کلاهک هسته‌ای ندارد. برنامه موشک ایران حتی در سخت‌ترین سال‌های تحریم هم ادامه داشته، موضوعی که نشان دهنده اهمیت نظامی این برنامه برای جمهوری اسلامی است. 4-3-2 شیدا هوشمندی، بی بی سی. یوزی روبین، رئیس پیشین سازمان دفاع موشکی اسرائیل و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات استراتژیک بگین سادات از تل آویو با ماست. آقای روبین، به نظر شما بر اساس چه شواهدی گفته میشه که این موشک‌های ایران، موشک‌هایی که در واقع برای فرستادن ماهواره به فضا هست، کاربرد نظامی دارن؟ یک بحث تعریف قضیه است، یک بحث فنی قضیه است. پرتاب کننده های ماهواره اشتراکات زیادی از نظر سیستمی، از نظر ساختاری، از نظر فنی دارن با اون تجهیزاتی که موشک ها رو میتونن پرتاب کنن. بنابراین اگر شما بدونید که چطور میشه یک ماهواره رو در مدار قرار داد، میتونید باز به یک موشک رو هم به همون ترتیب پرتاب کنین. در واقع این پرتاب کننده های ماهواره گاهی وقتا یک تغییری درشون داده شده و با یک تغییر کمی میتونن که از یک خاصیت به خاصیت دیگه در بیان. طبق تعریف بین الملل چیزی هست به نام رژیم کنترل پرتاب موشک ها که این مجموعه قواعدی است که به عنوان یک ابزار بین المللی ازش استفاده میشه که تعریف میکنه که موشک اصلا چی هست، و طبق تعریف این مجموعه پرتاب کننده های ماهواره هم موشک محسوب میشن. با توجه به اینکه ایران معضل اصلیش در واقع در منطقه هست، ایران فاصله بسیار زیادی با آمریکا داره و به غیر از آمریکا کشور دیگه‌ای که احتمالاً بخواد باهاش درگیری داشته باشه همه در اطراف خودش هستن، چرا اصلا ایران باید بره دنبال چنین در واقع تکنولوژی ساخت موشک‌هایی با برد بسیار زیاد؟ فکر میکنم طبق برنامه هسته ایران اگه بهش نگاه کنیم، همون سوال درباره برنامه هسته ایران هم میشه پرسید که چرا به دنبال یک برنامه هسته‌ای هستن. اونها میخوان که در آینده این قابلیت ها رو داشته باشن که اگر بخوان تصمیم بگیرن و اگر نیاز داشته باشن موشک های بلند با برد بالا داشته باشن که بتونن که کلک های هسته ایران هم کنن، میخوان که این قابلیت رو داشته باشن که اگر کار به اونجایی کشید که بخوان چنین تصمیمی بگیرن که ایران بخواد خودش رو یک قدرت جهانی حساب کنه به جای اینکه یک قدرت منطقه‌ای باشه. امروز در دنیا یک قدرت جهانی نیست مگر اینکه موشکایی داشته باشه که بتونه اهداف در دوردست رو هم با برد بالا تحت هدف خودش قرار بده.
بنابراین احتمالاً تصمیم ایرانی‌ها بر این بوده که بخوان که تمام این راه رو طی کنن تا اگر که نیاز بشه قابلیت‌های لازم رو برای تولید هم بمب اتمی داشته باشن، موشک‌هایی که بتونن که کلک‌های هسته‌ای رو به صورت قاره پیما حمل کنن. بسیاری از ناظرانی که رفتار جمهوری اسلامی رو طی سال‌ها تحلیل کردن فکر می‌کنن که برنامه هسته‌ای به دلیل در واقع احتمال بازدارندگیش در مقابل حملات خارجی و در واقع فشارهایی که ممکن هست از طرف رقبای ایران به این کشور بیاد اصلا ایجاد شده. اما برنامه موشکی بالستیک چقدر میتونه بازدارندگی داشته باشه برای چنین خطراتی برای ایران؟ بگذارید بگم که سلاح‌های هسته‌ای بدون وسیله به اصطلاح دلیوری اونها ارزش زیادی ندارن. شما بدون اینکه موشکی داشته باشین که بتونید که اون رو پرتاب کنه، این کلک هسته‌ای رو ارزشی نداره. هیچ کسی نمیخواد که بمب اتمی رو در قلمرو خودش منفجر کنه. بنابراین این دو چیز با هم دیگه مرتبط هستن. بنابراین اگر هم ایران تصمیم بگیره که بخواد به قدرت هسته‌ای برسه، به بمب هسته‌ای برسه، بدون داشتن موشک‌های لازم برای حمله اون این معنی نداره. این دو چیز با هم دیگه هستن، مرتبطن. یوزی روبین، رئیس پیشین سازمان دفاع موشکی اسرائیل، ممنونم از شما. روسیه ترکیه را متهم کرده که به قرار خود در مورد سوریه وفادار نمانده. این اتهام بعد از آن مطرح شده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هشدار داده اگر نیروهای سوری به نظامیان ترکیه حمله کنند، او هم در هر جای سوریه که باشد با آنها مقابله می کند. دست کم 13 نیروی ارتش ترکیه در گلوله باران 10 روز گذشته ادلب سوریه کشته شدند. مرتضی فرهمند گزارش می دهد. ترکیه همچنان نیروهای بیشتری به سوریه می‌فرستد. قرار روسیه با ترکیه این بود که از نیروهای جهادی در ادلب پشتیبانی نکند و فعلا به همان مناطق پشت مرز خود قانع باشد که از دست کردها درآورده. اما اکنون ترکیه روز به روز نفرات و تجهیزات نظامی به سوریه می‌فرستد تا به نیروهای جهادی در مقاومت در برابر پیشروی ارتش سوریه یاری برساند. در مقابل ترکیه هم روسیه را به پیمان شکنی متهم می‌کند که چرا اجازه داده ارتش سوریه در مسیر پیشرویش علاوه بر جهادی‌ها به سربازان ترک هم حمله کنند. Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. همونطور که به قولهایی که به ما دادن وفا نکردن، به توافقا هم عمل نمی کنن. مدتیه که دارن عمدن سربازای ما رو هدف می گیرن. تا وقتی که وضعیت اینجوری باشه ما هم متناسب با اون رفتار می کنیم. ما تا دو هفته دیگه سر قراری که در سوچی گذاشتیم می مونیم و خارج از مرزی که برای رژیم سوریه در نظر گرفتیم اجازه هیچ تحرکی رو در زمین یا هوا نمی دیم. با وجود این تهدیدها پیشروی ارتش سوریه در ادلب ادامه دارد. یعنی هم روسیه و هم سوریه مصممند ادلب را از زیر نفوذ ترکیه در بیاورند. اهرم‌های فشار خود را هم در برابر ترکیه دارند، از جمله سیل آوارگان که از ادلب به سوی ترکیه رهسپار است. مرتضی فرهمند، بی بی سی. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر و تحلیلگر مسائل سیاسی روسیه از مسکو با ما. آقای سفروف، خوش آمدید به این برنامه. سر چی قرار بود بیست ترکیه که نایستاده؟ ببینید، ما خیلی از ترکیه گیلمند هستیم. واقعا این شریکی هست که نمیشه در دراز مدت روی اون حساب کرد. همیشه قراردادهایی که ما با ترکیه داریم رعایت نمیشه و هر روز یه بهانه ای را جناب آقای اردگان درست میکنه و ما را متهم میکنه. در اصل اینجوری است که خودی ترکیه با وعده‌های خودش وفا نمیکنه. در ساچی ما قرار به این نتیجه رسیدیم که باید حتما در روزهای نزدیک، در مدت دو هفته بعد از این گزارش و مذاکرات، باید گروه هایی که افراطی هستند و از گروه هایی که واقعا میشه گفت مقاومت میکنند باید اون را جدا میکرد
ترکیه و این برای هدف گرفتن این نیروهای روسی و نیروهای سوریه در ادلیب و دیگر شهرهای نزدیک ادلیب باید موضوع بحثی این دو کشور میشد. ولی تا حال نه تنها ترکیه این اقدام خود را، این وعده خود را انجام نداده، بلکه کمک میکنه به این گروه‌های تروریستی افراطی. اونها دارن به نیروهای سوریه حمله میکنن و به میدان‌ها و قرارگاه‌های روسیه حمله میکنن و این همه نتیجه آن است که ترکیه به جای آن که جلوی اونها رو بگیره، با اونها هم یراق میدن، هم کمک میرسونه، هم پراکسی ارگانیزیشنی خودش جبهه النصره که در روسیه همچنین یک سازمان تروریستی قبول شده و اسمش را الان عوض کردن، از جاهای دیگه اونا آورد اینجا و از لیوی آورد اینجا و اونا داره علیه سوریه قرار داده. الان برای صحبت امروزی که جناب آقای اردوغان انجام داد اصلا در چارچوب و فضای دوستانه و همکاری نیست. این خب پس چطور روسیه به ترکیه تا این حد اعتماد کرده که اجازه داده نیروهای ترکیه تا این حد وارد خاک سوریه بشن، کشوری که به هر حال روشن هست روسیه برای اینکه بتونه در واقع بشار اسد رو حفظ بکنه و در واقع منافع خودش رو در اونجا حفظ بکنه، وارد یک نبرد واقعی در این کشور شد. چطور پس به ترکیه اجازه داد که بیاد تا این حد جلو در داخل خاک سوریه موضع بگیره؟ ببینید، ما به ترکیه رحم کردیم. اصلا باید واقعیت‌ها را شناخت و با واقعیت‌ها باید درست نگاه کرد. تأثیری ترکیه و بعضی گروه‌های اپوزیسیون، اگر این را خیلی خیلی با احتیاط بگیم، اپوزیسیون سوریه خیلی زیاد تأثیری ترکیه و منافع ترکیه هم اونجا هست و تهدیدهایی که برای ترکیه همیشه اینا باید قبول کرد، یعنی گریزه‌هایی که میتونن اونجا برن تا آمان میتونن وضع ترکیه رو به هم بریزن، این هم باید بینابد گرفت. ولی در موضوع اصل، حضور ترکیه در سوریه این یک تجاوزه، غیر اجازه دولت سوریه هست. ما به خاطر آنکه این نفوذ رو ترکیه داره و به خاطر آنکه خیلی زیاد به ترکیه به هر حال علت نرسه، اومدیم همکاری کردیم که از حضور اون ما با هم با سوریه و ایران به جای برسیم که افراطی‌ها رو جدا بکنیم. این وعده اصلی ترکیه بود، به خاطر همین ما داشتیم همکاری میکردیم. ولی متاسفانه اینجوری شد که ترکیه از این همکاری با روسیه و قراردادهایی که ما در آستانه داشتیم و در ساچی داشتیم، یک پراکسی اصلا نیروهایی را درست کرده که به هدف خودش میخواد نه تنها در ادلیب بلکه در جاهای دیگه سوریه حاکمیت را به دست بیاوره و الان به امریکا داره دعوت، از امریکا داره دعوت میکنه که به کمک ترکیه بیاد، که این واقعا تمام فرمت و چارچوبی همکارای ما با ترکیه را زیر سوال میگذاره. من سوال بعدی رو از شما میپرسم آقای سفاروف. هنوز منتظر هستیم آقای کوچ به بحث ما بپیوندن که بتونیم از موضع ترکیه هم مطلع بشیم در این بحث. اما شما اسمی از ایران بردید، نقش نیروهای ایرانی در اون منطقه، نیروهای در واقع نزدیک به ایران در اون منطقه به چه شکل هست؟ ما همین دقایق پیش شنیدیم که اسرائیل گفته که قصد داره در واقع تقسیم کاری شده بین اسرائیل و آمریکا و نیروهای ایرانی که در سوریه هستند رو اسرائیل قرار هست که کنترل بکنه. میدونیم که ظرف یکی دو سال اخیر هم حملات گسترده‌ای از طرف اسرائیل به پایگاه‌هایی که نیروهای ایرانی اونجا بودند شده. آیا فکر می‌کنید که میتونه این باعث بشه که در واقع یک رویارویی جدی بین نیروهای ترکیه و نیروهای ایران صورت بگیره در اون منطقه؟ ببینید، اگر ترکیه بخواد به هدف خودش برسه، حتما به همکاری با آمریکا و اسرائیل نیاز داره در سوریه و این باعث میشه که فاصله بین ترکیه و روسیه و ایران خیلی زیاد بشه. در خیلی حالت این میتونه به روبروی خیلی شدیدی نظامی بیاوره، چون که منافع این سه کشور به هم میخوره و از هم مهم این است که از این فرصت اسرائیل خیلی و خیلی بزودی و نهایتی استفاده را میتونه انجام بده. الان ببینید، نیروهای ایرانی کمی
دارن فعالیتشون رو کم کردن در اونجا به خاطر آنکه روسیه و ترکیه پیش اومد و واقعا روسیه از ایران خواست که کمی در این موضوع به هر حال کمی آرامتر باشه و واقعا این بعد از آنکه ترکیه اگر این کار انجام بده احتمال زیاد میره که باز روسیه از ایران دعوت بکنه به خاطر همکاری های بیشتر، به خاطر آنکه منافع روسیه، منافع سوریه، منافع ایران زیر خطر میره. آقای سفروف، مهمت کوچ، پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا، از همین شهر به این گفتگو پیوستند. آقای کوچ سلام بر شما، امیدوارم صدای من الان به شما برسه. آقای سفروف میگن ترکیه شریک قابل اعتمادی نیست، نظر شما چیه؟ سلام خدمت شما بینندگان محترم. شریک قابل اعتماد برای کی نیست؟ برای روسیه. من هر دولت، خب همین حرف رو الان مدت هاست برای آمریکا هم میگن، یعنی در مورد ترکیه یه عده‌ای از بازیگران یا صاحب منصبان در آمریکا هم همین حرف رو میزنن، یا در اروپا یا تحلیلگران دیگه. به هر حال نمیشه به این حرف خیلی اعتماد کرد و یا اعتبار داد، زیرا ترکیه مانند هر بازیگر بین المللی به عنوان یک دولت ملت روابط مستقلی با کشورهای مختلفی داره، با قدرت‌های بزرگ داره، با قدرت‌های منطقه داره. بنابراین با اولویت قرار دادن منافع ملی خودش میتواند با هر کشور دیگری ارتباطاتی برقرار کنه و قراردادهای اتفاقهایی انجام بده. بنابراین ما در عرصه بین الملل یا روابط بین الملل نمیتوانیم صحبت ارزشی بکنیم، یعنی بحث اعتماد بحث ارزشی هستش. بنابراین آن چی اینجا هست، منافع ملت هاست، منافع دولت هاست، کشور هاست. و خب اگر منافع هم صحبت میکنیم آقای کوچ، بحث این هستش که ترکیه در خاک سوریه است و به سوریه میگه اگر که تا اونجا که من میگم عقب نشینی نکنی، من اهدافت رو در هر جای دیگه که باشه هم هدف قرار میدم. درسته، چون الان از اون ناحیه که این عملیات رو شروع کردن رژیم اسد با حمایت ایران و حمایت روسیه، دو تا خطر بزرگ همراه خودش برای ترکیه ایجاد کرده. یک، بحث رو آوردن گروه‌های تروریستی یا تروریسم به سمت ترکیه. دو، بحث پناهنده‌های، موج پناهنده‌های جدید. بنابراین ترکیه با دو تا تهدید عینی روبرو است، نه مثل ادعای آمریکا یا روسیه یا ایران با ادعای با تهدیدهای فرضی. ترکیه با تهدیدهای عینی روبرو است و بنابراین داره تلاش میکنه پیش دستی کنه، پیشگیری کنه از این تهدیدات، و به همین خاطر ابتکار عمل رو به دست گرفته و وارد منطقه شده است. آقای سفروف، ترکیه با تهدیدات واقعی، به قول آقای کوچ میگن که با تهدیدات واقعی روبرو هست، پاسخ شما چیه؟ ببینید، یک عباره هست که شاید کمی ادبیات خوبی در ادبیات خوبی قرار نگرفته، لیکن واقعیت امروزه رو نشون میده. در روسیه میگن که دزد زور صاحبی گاو رو اول میبنده بعد گاو رو میبره. الان ببینید، شما ترکیه در خاک سوریه اومده با خیلی صراحت به سوریه تهدید میکنه، به روسیه تهدید میکنه، به ایران تهدید میکنه. اگر که ما واقعیت رو نگاه کنیم، آقای کوچ میگن که اینا بیرون مرزها هستن، میگن روسیه کجاست، ایران کجاست، ما همین بغل گوش سوریه هستیم، ما باید هزینه شو بدیم. نه، ببینید، قوانین بین المللی هست. در هر صورت ترکیه در حالتی میتونه به خاک سوریه بیاد که اگر دولت سوریه اون را از اون دعوت بکنه، الان همچی یک تجاوزکار اونجاست و اگر که این نقش رو داشته باشد باید همکاری داشته باشه با روسیه و سوریه و ایران، نه آنکه با اونها تهدید بکنه. بنابراین من فکر میکنم که نقشی بدترینه که وضع رو خراب کرده و قراردادها رعایت نمیشه، بازیهای دوگانه ترکیه هست که با امید دعوت از آمریکا و اسرائیل میخواهد حاکمیت خودش رو آنجا درست بکنه و نمیخواد که هم نفوذ ایران، هم نفوذ روسیه و دولت سوریه پای یک پارچگی خودش رو هم دفاع بکنه، هم این کشورها اونجا حضور داشته باشه. آقای کوچ، پاسخ شما چیه؟ ببینید، خیلی واضح خدمت شما عرض کنم، آقای سفروف داره تحلیل گمراه کننده ای را ارائه میده. ترکیه فقط در برابر روسیه و یا ایران و یا اسد
چنین موضوع‌گیری نکرده. همین موضوع‌گیری‌ها رو در قبال آمریکا هم در پیش گرفته و وارد عمل شده. قبلا هم میدونید همین نزدیکی‌ها در عملیات چشمه صلح میدونیم که اینجا مخاطب ما آمریکا بود و آمریکا رو وادار کرد که اونجا عقب نشینی کنه، چون واقعا ترکیه با تهدید عینی روبرو بود و در افرین هم روسیه رو وادار به این کار کرد. الان هم در ادلب هم ایران هم روسیه را و رژیم اسد رو وادار به پذیرش این امر میکنه، چون چاره جز این وجود نداره. اینجا بحث به میان کشوندن آمریکا نیست، چون در عملیات آیا ترکیه نگران این نیست که روسیه، در واقع میدونیم که در ماهای اخیر بسیاری از در واقع مشکلاتش رو با آمریکا به نوعی با نزدیک شدن به روسیه حل کرده، آقای اردوغان نگران این نیست که آقای پوتین رو ناراحت و عصبانی بکنه؟ ببینید برعکسش هم صدق داره. خب یعنی وقتی روسیه میاد در لیبی در قبال ترکیه موضوع‌گیری میکنه و در ادلب همین کار رو انجام میده، بنابراین ترکیه مجبوره به چاره بیاندیشه برای این کار. اگر چراغ سبز روسیه نبود قطعا ایران با همراه به نظر میاد که ارتباط ما قطع شد با آقای کوچاو وصل بشه. آقای سفروف شما نظرتون در این باره چی هست؟ شما فکر میکنید که روسیه ممکن هست که اگه کوتاه بگید ممکن هست که اقدامات جدیتری در مورد این مسئله بکنه؟ واقعا داره مسیر به این حالت به این سمت میره. امروز سخنگوی رئیس جمهوری روسیه آقای دیمیتری پیسکوف اعلان نمود که ما خیلی ناراحتیم از گفته و اظهارات جناب آقای اردوغان و صراحتاً آقای اردوغان را متهم کرد که قراردادهای ما رعایت نمیشه. در زبانی از زبان دیپلماسی اگر این را برگردانیم به زبان معمولی، این یک معیار اخیری هست که جناب آقای پوتین داره تحمل میکنه. شما تاریخچه 2014 رو میدونید که یکی از گوره روس آقای پوتین تمام قراردادهای کلی قراردادهای سیاسی و اقتصادی را با ترکیه قطع کرده بود و سالها نیاز شد که آقای اردوغان بیاد این را برقرار بکنه. الان هم ما داریم به این سمت میریم. اگر از همکاری با آمریکا و اسرائیل ترکیه اگر سوء استفاده بکنه، واقعا روسیه پاسخی ارزشمند و خیلی مهمی داره که اون از اون استفاده میکنه. با آقای ممنونم آقای سفروف، وقت کم هست، اجازه بدید آقای کوچ هم پاسخ کوتاهی بدن. آقای کوچ بفرمایید. من قبل از اینکه نکته را اشاره کنم اینو باید بگم که ترکیه با روسیه وارد یک درگیری نخواهد شد. من فکر نمی کنم که آقای پوتین هم به سمتی پیش بره که روابط رو دوباره همانند زمانی که جنگنده روسی را ترکیه ساخت کرده بود به اون نقطه بکشونه. الان شرایط با اون موقع خیلی فرق میکنه. الان وضعیت در ادلب واقعا متفاوت از اون وضعیته و من فکر نمی کنم که روسیه بخواد منافع خودش رو به خطر بیاندازه، چون الان میدونیم که هم از ناحیه آمریکا هم از ناحیه اتحادیه اروپا با تحریم‌های جدید روبرو هستش. بنابراین اینجا هم به نفعش هم نیست که بیاد با ترکیه هم روابطش رو خراب کنه و به خصوص اخیراً قراردادهای جدیدی که هم در زمینه خط لوله‌ای که بستن و در واقع به اجرا در آوردن همین نزدیکی‌ها. بنابراین منافع روسیه هم اقتضا نمی‌کنه که به خاطر مسئله ادلب بیاد منافع خیلی کلانتری را چیکار کنه به خطر بیاندازه. ممنونم از شما مهمت کوچ، پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا، و رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو با ما. ایالات متحده آمریکا به 90% پیام‌ها، مکالمات و اطلاعات سری ایران در زمان جنگ این کشور با عراق دسترسی داشته. این ادعای روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و دو رسانه سوئیسی و آلمانی است که روز گذشته خبر دادند یکی از عمده‌ترین شرکت‌های تولید دستگاه‌های رمزگذاری در سوئیس در عمل توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و سازمان اطلاعاتی آلمان اداره می شده و این کشورها به اطلاعاتی دسترسی داشتند که دولت‌ها تصور می کردند رمزگذاری شدند. علی همدانی گزارش می داد. در پشت این درهای بسته قرار بود دستگاه‌هایی را بسازند که پیام‌ها را رمزنگاری کند.
از جنگ جهانی دوم این شرکت سوئیسی به دست کم 120 کشور جهان سرویس می‌داده. این دستگاه‌ها از جمله تحفه‌های صادراتی، دستگاه‌های رمزنگاری و خدمات مربوط به پنهان نگاه داشتن مکالمات محرمانه، دستگاه‌هایی که وقتی با آنها می‌نویسی یا پیامی را مخابره می‌کنی آن را به رمزی تبدیل می‌کند که بجز دریافت کننده پیام کس دیگری کلید آن را ندارد. خیال باطلی که بسیاری از کشورها از جمله ایران، عراق، عربستان، لیبی، هند و پاکستان و برخی کشورهای آمریکای لاتین کردند که از این شرکت دستگاه بخرند و با آن اطلاعاتشان را رمز بگذارند، بلکه فقط برای خودشان بماند، که نماند. واشنگتن پست گزارش کرده که در حالی که شرکت کریپتو ای جی میلیون ها دلار از مشتریان خود دریافت می‌کرده، به سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و سرویس امنیتی آلمان اجازه دسترسی به اطلاعات سری مشتریان خود را می‌داده. بر اساس این گزارش که دو رسانه آلمانی و سوئیسی همان را منتشر کردند، این شرکت سوئیسی کریپتو ای جی را از اساس و به طور مخفیانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و سازمان اطلاعات آلمان غربی در زمانی که شرق و غرب آلمان از هم جدا بودند خریده بودند. در زمانه حساس، مثلا در زمان جنگ ایران و عراق، که هر دو کشور از خریداران محصولات این شرکت بودند، غافل از اینکه اطلاعات محرمانه جنگیشان، مکالمات ثبت شده مقامات و سر درون هر دو کشور پوست کنده و بدون رمز در اختیار آمریکا قرار می گرفته. واشنگتن پست میگوید که آمریکایی‌ها 19,000 پیام محرمانه ایرانی‌ها در دوره جنگ با عراق را با همین روش بازخوانی کردند و 80-90% کل مکالمات سری ایرانی‌ها در آن دوره توسط واشنگتن خوانده می‌شد. دولت رونالد ریگان با همین دستگاه‌ها دست داشتن دولت معمر قذافی در بمب‌گذاری در یک کلوب تفریحی در آلمان غربی را در میانه دهه 60 خورشیدی رو کرد. ایران بعد از این حادثه به امنیت استفاده از دستگاه‌های شرکت سوئیسی کریپتو ای جی شک کرد، اما حتی تا چند سال بعدش از این دستگاه‌ها استفاده می‌کرد، چون توان خریدن دستگاه دیگری را ندارد. کودتای اطلاعاتی قرن عنوانی است که بر این رسوایی تازه گذاشته شده، هرچند هنوز تمام و کمال توسط شرکت سوئیسی تایید نشده. ماری در آستین دستگاه‌های امنیتی کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، درست در زمانی که فکر می‌کردند همه چیز امن و امان است. علی حمیدانی، بی بی سی. برف باعث دردسر فراوان در بعضی استان‌های شمال غرب ایران شده. حجم برفی که به زمین نشسته در گیلان بی سابقه بوده و به کشته شدن دست کم 8 نفر و مصدوم شدن بیش از 110 نفر منجر شده. برق بخش‌های بزرگی از استان هم ساعت‌ها قطع بوده. با همه این مشکلات زیبایی برف هم غیر قابل انکار است و به خصوص اگه بتونید اون رو از بالا تماشا کنید تصاویری میبینید که واقعا زیبا هستند. یکی از بینندگان بی بی سی فارسی این تصاویری رو که الان براتون نمایش میدیم برای ما فرستادن. 60 دقیقه رو با این تصاویر به پایان میبریم و شب خوبی براتون آرزو میکنم. سلام، ما زنده ایم. فکر میکنم 37 کیلومتری رشتیم. شب ساعت 9 شب حرکت کردیم، الان 11 شب فردا شبه و بیشتر 24 ساعته که تو جاده موندیم. بیشتر از 12 ساعته که تو این نقطه منتظریم که جاده باز بشه. بالاخره یه سری وسیله آوردن و دارن جاده رو باز میکنن. خب اینم برفی که قول داده بودن، برف یه متری.
دیشب ما رفتیم عملیات امداد، خودمون گیر کردیم، ماشین رو ول کردیم، ده فرار. همچنان هم داره میاد. این هم وضع احوالمونه. برقم هم قطع شده. تراکتوری که داریم میبریم واسه امداد ماشین خودم. حالا از صبح تا الان ساعت 12. هنوز تراکتور نصف راه رو نرفته. تازه به جای اینجا جاده است. اینم رو اسفالت را میره. هنوز به اون قسمت هیجان انگیزش نرسیدیم. گردن ایران تصادفای زنجیره‌ای، خدا کنه فقط کشته نداره باشه. تقریبا یه 40 تا ماشین زدن دارم. ما هم میزنیم کلن ماشین های کلن به صورت زنجیره‌ای. تصادف عجیب واقعا، خدا کنه فقط مجروح مشته نداره باشه. واقعا من که تو زندگیم ندارم همجیز برفیم.